مصطفی مثلا معاون توست، اما تو باید کاملا به حرفش گوش بدی، چون هم به منطقه آشناست، هم بچه های مقر خیلی دوستش دارن، رابطه خوبی باشد. خیلی اگر پروژه فوق سری نبود حتما بهش میگفتم، چون به سلامت نفسش ایمان دارم. پس هیچ کاری رو سر خود انجام نمیدی. باشه باشه، هر کاری هم خواستی انجام بدی ما هماهنگی من میکنی. باشه باشه، به خاطر اینکه خدای نکرده یه اشتباه کوچولو تو این پروژه جون خیلی ها رو به خطر میندازه، به خاطر ستون پنجم میگم، میفهمی که؟ بله، کارمون واقعا سخته. یعنی کار شما رو میگم دیگه، میگم میشه به جای من؟ نه. خب به جای آقا مصطفی؟ نه. شما خوبی؟ بله. از برفان گوش میدیم، خیلی نکردیم. پشت عوضت کنم. خدا عوضتون بده. بابا واقعا پسرمون شهید شده. عطا برادر صادق، مگر راست چی بهتون میگفتین با هم نمیومدین؟ خب معلومه که نمیومدین. ما واسه چی باید پاشیم بیاییم پسرمون یه تو رو برداریم بیاریم اینجا؟ بابا پسرموی من دروشیکله، اون دوتا داداش خدا بیامروش هم دروشیکل خوشتگیر بودن ماشالله. خب ما رو بردیم اونجا باهاشون درگیر بشیم ورش داریم بیاریمش اینجا؟ نه برادر صادق، اگر عموم بدونه پسرمون برگشتا اون موقع از من خیلی خوشش میاد. رضا ما اومدیم اینجا نمایش اجرا کنیم، نیومدیم که تو رو برسونیم به نامزدت. برادر صادق شما نشینید که ازدواج نصف دین آدمه. حیف که شرایطم عادی نیست، وگرنه جواب تو میدادم. برادر صادق
مصطفی. بعد نماز ایشالله معارفه ایشون انجام بده. یا علی راستیاش مصطفی، نمیدونم منظور من از فیلم فروشی تو تهران فهمیدید چی بود یا نه؟ نه. خب راستیتش، ما تو پوشش فیلم فروشی یه سری خونه تیمی ها رو پیدا میکردیم. برحال شما یه برداشت دیگه نکنید. فقط موندم که اون موقع چطوری اینقدر دهنت قرص بود، اما یکم لغ شد؟ نه یکم رفتار دجی بود. آره دیگه بینیم، ما الان ولی تیمیم دیگه. تصدیق گرفتم کلا تو این گروه نباشم. بله خودم چهار تا کار پانتوین گرفتم، کارگردانی کردم، خودم میرم تک نفره اجرا بسن هستم. خب چرا تک نفره؟ بیا تو گروه خودت اجرا کن، جای تو رو سر ما مشتبا. جای من رو سر شما بود، این بلا سر اومد. وای بلا قبل مشتبا، بیا الان تو گروه خودت، ما یه نفرم، یعنی بیا نقش خودتو بازی کن، تموم بشه بره دیگه. بیا که ایشالله به رزمنده ها روحیه بدیم دیگه. بابا هر کلمن کل نکن دیگه، بسته دیگه. مگه عجله نداشتی؟ بلاشو برو دیگه. چیزه دل پیچه بود حل شد. فقط اینا رو بگی من یه تجدید وضو بکنم، دست درد نکن. بعد با هم میریم تو سنگر پیش بچه ها دیگه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران شهر نسل لطفا صبر داشته باشید، جلسه تعامل کنید. بفرمایید. خب شما بفرمایید. یا علی مردم خواهش برای سلامتی امام زمان و رزمندگان اسلام اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خیرتون بده. من مزاحم وقتتون شدم که خبری رو خدمتتون عرض کنم. از این لحظه به بعد بنده نمیتونم در خدمتتون باشم. ای چرا؟ حاج مستم ها تازه عادت کردیم. زیاد خوشحال نش. توی این مدت برادر گرزین رشادت های زیادی تو اینجا نشون دادن و همه به این نتیجه رسیدیم که وجود ایشون میتونه توی این مقر به شدت مثمر ثمر باشه. بس همه برادرها تقاضا میکنم که با برادر گرزین نهایت همکاری داشته باشن که انشاءالله بتونیم عملیات های بیشتری رو برنامه‌ریزی کنیم. ایشالله. و با امید روزی که پوز دشمن بسمون رو به خاک بمالیم صلوات بسرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خیرتون بده. خوش آلا کشیم ببینیم داستان چیه. حالا خبر ندید که چه خبری؟ نصر من الله و فتح قریب. نصر من الله و فتح قریب. نصر من الله و فتح قریب. برای سلامتی برادر گرزون با تمام وجود صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی شد؟ خانم احباره؟ چی کار؟ بنده خدا رو موج گرفته. بابا چی میگی؟ شارک حضرت الضابط. لا تقول لي حضرت الضابط، افتهمت لو لا؟ وصلنا خبر بأنه مقللين رتبتك. انت مالك شغلة؟ شوف شغلك، جايب لي من أخبار؟ آمر المقر بدلوه. شو اسم الآمر الجديد؟ وشنو ماضيه؟ قرزين بحقوزين صار آمر جديد للمقر. ليش هذا مو على أساس ينقلوا الأمن الجابة هنا؟ رتبتها الساعة عالية، ما يصير نفذ عليه. أوامر شنو حضرت الضابط؟ لازم ننفذ الخطة الثانية، تفتهم؟ سهلة مقضية. خدا وکیلی الحق که حق دل و جرأتی که این داره. یا علی بابا چرا هماهنگ چیتونه؟ خواهی شروع کردن دیگه زیاد. خدا کنه پس بعد ما رفقاشو فراموش نکنه. چی دارید میگید برادرا؟ من این گرزین رو از 2 سالگی میشستم، ما هم تو کوچه بازی بازی میکردیم، اصلا در این حدا نیستش که. برادر صادق، تو این دنیای بزرگ اتفاقاتی میفته،
اصلا آدم نمیتونه فکرشو بکنه. بابا آدما خیلی بزرگ نظمت دارن، آدمای ویژگیشو نمیشه به این راحتی کشف کرد که. بله آدما رو به این ویژگی نمیشه کشف کرد. آقای عطاخان شما که میشناسی توضیح بهشون بده که بتونه کشف کنه. بگم بابا ظاهرا منم خیلی خوب نمیشناسمش همچین. همینه دیگه. جوری هم نیست. اینجوری. درا. بلش کن آقا. این همش کله من کله. کله من کله با چی میگی کله من کله؟ با خودمون، با تو، با این، با اون، با اون. آقا سلام تمرینون کجاست؟ ندیدی هنوز؟ نه. همینجاست دیگه. اینجا؟ بله، وسط این سنگ کلوخا. آره دیگه، خب چرا اینجوری میکنی؟ خب انتظار نداری که وسط سالن 12000 نفری بیارن نصب کنن وسط جبهه. زندگیتون شده شوخی، خنده، مسخره بازی، تو بعیده. شوخی نیست من که من چه بعیده، خب اینجا چیزی نیستش، همینه دیگه. خب چطوره؟ بعد نیه چیز نبود. میدونی من اینجا آمده بودم و منطقه به چشم خریدار نهیده بودم. این سنگر خودمونه دیگه، منطقه سنگر فرماندهی به نظر من. به خاطر مسئولیت که ما داریم باید فرق آتو، به خاطر شما میگم. اصل موضوع اصلا نباید لو بره، متوجهی که؟ بله آقا افشانیم چند بار گفتین، هی هم تذکر میدین. من میگم نمیشه این اصلا کلا کنسل کرد؟ نه نمیشه دیگه، این میشد که میگفتین دیگه. یه چیزایی هست که باید برات بگم، چون ممکن ازت سوال کنن، خدای نکرده چیز بشه، سمه بشه، خراب بشه. گوشتو باز کن ببینم، تو تا حالا واژه عملیات ایزایی به گوشت خورده؟ خط شکن میدونی چیه؟ قند شکن؟ نه، تو جبهه خط شکن ها رو میشناسی؟ شعاران خط خطی. خب عقبه میدونی کجاست؟ بله دیگه، خب قسمت عقبه میگن عقبه، خط دو و سه. حالا اینا رو ولش کن اصلا. بله. با مینه آشنایی؟ بله، زیر خاک میذارم، پاروش نباید بذاری. مینه گوجه‌ای، مینه والمری، مینه جهنده، سوسکی، ضد تانک، ضد نفر اینا. خب حالا مینا رو هم ولش کن اصلا. انواع جانپناه، تله، حفره روباه میدونی چیه؟ بله اسمش روشه دیگه، حفره ای که توسط آن روباه را به دام می اندازیم. اینجا روباه داریم ما؟ من که تازه اومدم، شما اینجا بودیم. خب ببین اون چیزایی که داریم، حفره های اونا رو بگو که دیگه. خب شما اصلا من برم ببینم این دوره بر چی هست، بیام بهتون بگم. ها بشین. این میدونی چیه؟ دست شما دادم با این گرسو. نه نه، به جان آقا افشان هل شدم. آخه یه چیزه این فانوسه دیگه، گرسو اونه که چیز شیشش توپل زیرش این لولش میاد اینجور باری. توضیح نده. خب همین که متوجه شدی این گرسوز نیست، خودش خیلی کلی. از بی سیم شروع میکنیم، بی سیم پی آر سی میارمش. کلی سیمیم داره، هم این یه سیم، این دو تا سیم. قرار گرسی سلام برده. سلام مشتبه جان. خسته نباشی. نصر من الله و فتح اون غریب. قربونتون برم برش هنرسش برده، رفته بودم موهاو بشورم. بعد تو را دیدم اتون یه چیزی اومد تو مخم، گفتم بیام بهتون بگم. بگو آفیت باشه. فرداد شم راستش برده، من در اتاق شما خیلی بد فکر میکردم. چه فکری؟ نه فکر خیلی بد نه، میدونید همش برام سوال بود، یه جورایی که چرا باید اونجوری با هم کل منکل بکنه، منو سنگولاب کنه بفرسته فا. خب ولی به هر حال سوال بود دیگه، الان که سوال نیست دیگه. نه هنوزم هست، ولی خب دیگه جوابش مهم نیست. خب چرا؟ نه خب یه ذره فکر کردم، دیدم خب حتی اون لحظه تشخیص داده. به هر حال یه آدمی مثل شما که جونشو کف دستش گذاشته، اومده تو جنگ با ستون پنجمی، اون لحظه تشخیص داده، صلاح دونسته، اصلا نقشه بوده. آفرین آفرین به این شعورت، چون دقیقا همینه که میگی دادو جان. میگم دقیقا همینه که میگی دادو. دادو یعنی چی؟ دادو
برادر، داداش، دادا، دادو، مخاطب اینا. آها، یه نوع استعاره است. آفرین، بذار همین کلو منکل شما. اونم یه نوع استعاره. آفرین. باید من برم بابا مادرم کار داشتم. فقط برادر، یه لحظه تا قبل از که بری، من می‌خواستم بگم که از هیچ کمکی، یعنی که من از هر کمکی در قبال شما دریغ نمی‌کنم. مثل کوه پشت سرت هستم. یه ما فکر نکن مثلا پام شکسته هنرمندم. نه جانتون، تو بمیری که تو عزیزتر ندارم. همون لحظه اول که دیدم اینو تو چشات خوندم. زدن مثل این که نه این خیلی دوره. نه خب یواشاش نزدیک میشه برادر. نه خیلی، نه برادر، یواشاش نزدیک میشه. من برم پناهگاه پناه بگیرم. نه برادر، برو برو. خیلی داغونتر از منم هستش. باز بچه ها چه عقلی کردن منو جای اینو بود. آقا مصطفی، انشالله خدا بهت خیر بده. خدا همه جوانه مثل شما رو بذاره سر راه. اختیار داریم. ببخشید، متوجه منظورتون نشدم. ببخشید، منظورم اینه که بذاره سر راه جوانه مثل گرزین من. مصطفی بس بس. میکنه این کارا آقا مصطفی، که به جوانا میدون بده. از چشم خدا پنهون نیست. اختیار داریم، قابل شما رو ندارم مادر جان. باورتون نمیشه، گرزین تهران با گرزین اینجا نمیدونین چقدر فرق کرده. اصلا من باورم نمیشه. ببخشید مادر جان، من شما نمیدونستین که گرزین برای چی تو تهران فیلم کرایه میداده؟ چرا نمیدونستم پسرم؟ برای تنبلی، برای تنپروری، برای بیغیرتی، تا لنگ زور بخوابه. چرا نمیدونستم؟ ایشالا که خدا همه رو به راه راست هدایت کنه. ایشالا با شما آقا مصطفی. از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه. نمیدونین من چقدر نظر و نیاز کردم که این پسر آدم بشه. بالاخره هم خدا جواب نظر و نیازهای منو داد. خدا ارحم الراحمینه. خدا دست رد به سینه هیچ بنده ای نمیزنه. خیلی معذرت خواهم از شما واسه دعا کردنتون. بایزتون من باید مرخص شم. یک کلمه دیگه بگم. خواهش. دیگه الان میتونم سرمو بالا کنم برم براش خواستگاری. خدا رو شکر. با اجازت. تا بهت سلامتی بده. واقعا عمر پایی تو. خدای شکر. خدای شکر. خدای جواب دعاهای من داد. بلاخره اونجوری که دلم میخواست سرم شد. الان احساس آرامش میکنم. اش به خاطر پوشوز گرزین. دادا گرزین، میای یا من بیام تو؟ گرزین بابا، میای یا من بیام تو؟ نه تو. چرا؟ بابا سنگر فرماندهیه، سنگر شما نیست که. آخه چی میشه مگه؟ بابا کل خرته پرت اون افشین نقش بخش داره، همینجوری نیست که. بابا ولش کن ببین، این 20 میلیون انقدر باحال دادو. اینور هر چی بگی همون یه جوابی میاد. یعنی چی؟ بذار روشن کنم. ببین تو الان اسم دو تا پرنده بگو. کفتر و شاهین. آقا شگو کفتر نداره. آقا کبوتر دادم. ناخن خود بیاین فشار بده، فشار بده. کبوتر، کبوتر شاهین، کبوتر، کبوتر شاهین. شاهین به گوشم. آقا کاهو دارین؟ چند تا کاهو میخوای حاجی؟ یه چند تا بفرستین رو هوا. یا علی برادر، یا علی. چشم حاجی، الان کاهو بار میزن. خب کاهوش اون کاهو نیست که، اینا کاهوهاش نورانیه دادو. بله. این کاهوه. چه باله، حالا دادم چند تا بفرست، دادم چند تا خوب بفرست. دودا دمت گم، دمت گم، خیلی باله. آنتنای اینا برای خیلی تو با جلل خالق، میبینی کار خدا رو میبینی. تا همین چند وقت پیش در به در یه کارت بسیج بودی، حالا دستور میدی کاهو بفرستم. ببین فقط دادو اینا پیش خودم بمون، همین قضایی که بهت گفتم، جریانات تو این و اون و اینا همش بمون، اینا چون محرمانه است دیگه. دادا دمت گم دیگه، ما بگیم نمیگیم نمیگیم، خیالت راحت. دمت گم آقا، دمت گم. قضیه رو کی فیصلش میدی تمومش کنی بره؟ کدوم قضیه؟ ببین تو الان فرمانده مقری، بیری خواستگاری سری جواب اوکی بدین. مادرت هم که اینجاست، بفرست بره جلو کارو تموم کنه دیگه، جواب مثبت بگی دیگه. او مادر من این کارا نمیکنه که دادو. اختیار دارید آقا گرزین. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام آقا افشین.
بله حتی شما که هنوز اینجا. آقا شما برای نمایشتون رو روبرا کن، الان رزمندار نیاز به رویه دارن. حله حله، امروز فردا دیگه اجرا بینیم. شما میاد زحمتی بکش دیگه، ما رو دریاب دیگه. باشه باشه، شما دیگه امری ندارید بایی شما. قربون شما، عرض نیست. یا علی برادر، یا علی، یا علی، برایزم، یا علی. بچه رو خوب دارم، نمایش دارم. خانه پیغا، من نمیدونم چرا یه دفعه آسمون پر از منور شد. منطقه هستی که برحال میزنم یا به جان خودم آخه من به کسی چیزی نگفتم. تو سراغ بیسیم نرفتی؟ نه چرا باید این کار کنم؟ به بیسیم چی کنم؟ به بیسیم بچه بازی من یا غفشی؟ خوب حواستو جمع کن، هیچ کس از این ماجرا نباید با خبر بشه. دست شما درد نکنه، شما آقا گرزین رو نشفتی. حالا من عطوره گفتم بچه های نمایشه، بچه ملای قدیم منه. من حتی به اینم نگفتم، اصلا اگه به کسی گفته باشم دو دقیقه مادر من سرپا نباشه. برادر گرزین یه خبر داشتم. من صحبت دارم الان میام خدمت شما. جانم بگو. من از عمق وجود متاثر شدم وقتی دیدم حال مادر شما دگرگون شده. نگران میشن دیگه. نه خدا رو شکر خوب شد. ده نشد دیگه، دگرگون شد. دوباره؟ ما ولی باور کنم چیزی نگفته دادم. ببخش. بخور دیگه. نمیخورم پسرم، بس دیگه. یه ذره دیگه بخور دیگه. نمیخورم مادر. باش. نخور. بس دو سه دقیقه دیگه بهت میدم دیگه. نه ولی از شوخی گذشته حالت خوب شده بود که. چی شد؟ دکتر گفتش که هیجان زده شدم، دستم هم یه ذره خونریزی کرد. سر حالم بچه حالا اونو ولش کن. حال خودت چطوره پسرم؟ حال خودم هم خوبه مادرم. پسرم تو دیگه گرزین قدیم نیستی، حواست هست؟ آبروی مادرتو نبری. گفتم تو بمیری که حتی عزیزتر ندارم، حواسم هست، من الگوام. بابا مثلا نمونهش الان با این سن و سال من دیگه نباید مجرد بمونم، عذب باشم دیگه، درسته؟ بازم این بسیری ها میبینم نه؟ خیلی خوب باشه، رسیم تهران، آستینامو برات بالا میزنم، یه دختر خوب برات پیدا کنم. نه من همین که فکرشو کردم دیگه زحمتم کم کردم. تو تهران نمیخواد بری؟ همینجا من یکی رو پسندیدم. راست میگی؟ تو فقط بگو کیه، من به زورم شده میرم خواستگاری برش. به زور که نمیشه مادر من، با زد و خورد که زن نمیرم، شاید اون نپسنده. حالا بگو ببینم این دختر خوشبخت کی هست؟ یکی از پرستارای همین بهداریه. راست میگی؟ خب چرا زودتر بهم نگفتی کدومشونه؟ بگو ببینم. نو تان یه دختر خوش زلمه. اینه؟ خیلی هم بهت میاد. چرا؟ مادر من چرا میخند چشه؟ نگاش کن چیه مگه؟ نه برادر. منم برادر گرزی. بس شما پلنگی میپوشید کنه. میگم این رو پوشا کوتاش هم بهت میاد. همین خوبه برادر گرزی. بحث نکن آقا. یا علی، یا علی، فقط چشم یا علی. بله یه امتحانم نبود که با مادم. از کی کدومه شما؟ سلیقت هم که خوبه مادر. میشناسمش رعنا خانم. دخترم یه لحظه بیا اینجا. سلام خواهر. سلام جونم. رعنا جان من میذاره دستم درد میکنم، میبینی نگاهی به آسمانی آسو بغض کردم، فکر میکنم خوبه الان. خان دکتر یک کمی هم باشه دستشو ببخش. اما نه دست شما. این اسیر عراقیه به همه چیز اعتراف کرده، میگه گرزین وقتی برادر شهید تو رو از تپه 707 برگردونده اصلا فرماندهش رو خلع درجه کرده. اون که گل کاش، ما کوچیکش من کاری نکردیم که. ولی خب یه کینه خیلی شدید ازش به دل گرفتن میگه. کینه شدید؟ من چرا؟ من تنها هم نبودم، خدا بیاز برادر احمد هم بودشیم ده. به خونت تشنه شدن میگه. به چی؟ به خونت. البته خب ممکنه هم هیچ غلطی نتونن بکنن. ببینم یعنی اسیر شدن این عراقی برنامه بوده که گرزین رو خراب کنن؟ نه، خالد که اسیر میشه این ستون پنجمشون متوجه میشه باید چی کار بکنه، تمام نقشه رو میذاره تو کیف گرزین تا بدنامش کنه.
خب من میگم این ستون پنجمی تا در نرفته بریم بگیریمش. خالدی نمیشناسه دیگه. خالد. خالد. نه خالد اصلا ندیدتش که. همه اینا رو نوشته روی کاغذ بعد از تو پنجره بازداشتگاه انداخته تو. پنجره چرا باز میذارن؟ خب میدونی که کینه اینا شدیده. آره کینهشون که خیلی شطوریه. چیشون؟ کینهشون. آدمو تیکه تیکه میکنن. تیکه تیکه؟ قاچ قاچ. قاچ چرا میزنن؟ محمد ببخشید. ببینم تو که نترسیدی؟ ترسیدی؟ نه نه من یه خانوادگی یه وقتای فشارمون میافته چون کم خونه. اونا گفت خونم تشنست و خونم ما نداریم که چیز باشه. من مشکلم اینه پنجره رو چرا باز گذاشتن اینا. ببخشید بعد هم اصلا دنیا دو روز آقا دنیا دو روزه. یعنی به نظر من آدم به این چیزا اصلا نباید توجه کنه. فقط با عزتون برادرم من یه کار با مادرم دارم اگه اجازه بدیم بریم اونو تمام بشکنیم دیگه چون یه وقت فرصتی نباشه. با عزتون. خسته نباشی برادر. بله دست شما الله وفتون غریب. چیزی نیست راحت باشی. این جسارت شوستم. آقا گوش بده. این مثلا توی این صحنه عطا میاد بعد میگنه میاد میگه که پیپ 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 چه بو گندی میاد. پیپ 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 چه بو گندی میاد. باریکلا. بعد فرخ میاد میگه که بوی باقالی گندیده میاد مثلا. متوجه چی میگم؟ از اون ور رضا یه دفعه میاد میگه که آقا سنگر بگیری شیمیایی زدن شیمیایی زدن و فلان اینا. یه دفعه اون ور صادق میگه که آقا برای شیمیایی که اصلا کسی سنگر نمیگیره که. بعد ما میفهمیدیم که چی صادق خلاصه یه داستانی. نه دادا قشنگ نیست. فرهنگ بازی یعنی چی؟ کلمن کلای جدید چی شما یاد گرفتی؟ یعنی چی؟ آقا اینجا تماشاگر میتره که از خنده. بهتون بینمک کجاش میتره که؟ یعنی چی بینمک؟ آقا بهتون قول میدم 20 سال بعد یکی همین تکس رو توی یه دونه از این گاری نمکی‌ها پیدا میکنه میبره یه دونه فیلم میسازه 2 میلیارد فروش میکنه. نگاه میلیارد 2 میلیارد. بله. چی میره این فیلم ها رو ببینه آخه؟ همه همه برادر مشتبه من نمیتونم تین رولای خودم حیف میل کنم. بابا باید یه نقشی باشی به من هیجان بده من حس بگیرم زندگی رو جاری کنم. تو نقشه های درجه که میذاری واسینا خونسو و تندستر میذاری برای ما. باریکم باریکم چش شده؟ من نمیدونم ما نشستیم جلومون داره اینجوری حرف میزنه. آبا این پسرم ها شهید شدن خب ناراحت. آبا 2 سال پیش شهید شدن دادا چه ربطی به الان داره؟ ایشالا فکر کنی یه دونه نمایش دیگه بهمون بگی که اونو اجرا کنی؟ اینه که میتونیم باقالی هاشو هست کنیم مثلا. رضا بابا بلمون کن بابا. چیزه حالا بچه ها یه چیزی گفتن تو ناراحت نشد دیگه و تو نشون چیزی ازش پیدا نکردی؟ نه بابا نمیدونم کجاست. خب ابن قصه نخواه خودم تو آخرش باهات هستم. نهایتی که اسیر شده خودم میرم از دل این عراقی میکشمش بیرون. حالا ببین دیگه راست میگی برادر. آره بابا خدا خیرت بده تا دوستای قهرمان شجاع مثل شما دارم اصلا غم ندارم. یه لحظه چی گفتی؟ گفتم اصلا غم ندارم. نه نه یه چیزی گفتی دوستای چی؟ دوستای مثل شما که دارم. نه نه یه چیزی بعدش گفتی دوستای آها دوستای شجاعی مثل شما بگو دیگه شجاع رو دیگه خواه چش دوستای شجاع قهرمانی که مثل شما دارم هره. افتخار میکنم میبالا فرز این جلو زنم میگی بهش بگی که من شجاع بودم. فرخ جان جلو هر کی بخوای میگم فقط شما دعا کنیم پسر عموی من پیدا بشه این عموی بنده خدای من سکته نکنه ایشه. آخه بنده خدا دوتا بچه‌ش هم از دست داده. آخه خدا رحمتشون کنه. ببین گفتی به همه میگی دیگه ها خیال تخت اینجا کسی نیست. آقا خدایا با امید خودت دیگه نوکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی شد مادر من؟ چیزی گفتن که بهت؟ با شما میگم چی شد مادر من؟ ولش کن اصلا. درست شد جان من. وا چه اونجوری میکنی؟ چرا خودتو دست کم میگیری؟ تو الان فرمانده مادر. خب یعنی ما الان میتونیم خود به عقد و جاری کنیم؟ یعنی یکی از دستمندان نمیدونم چی بلده برم پیگیرشم بیاد ها؟ چی یعنی چی؟ چی؟ مگه دختری میخواد فرار کنی که میخوای این کارا رو کنی؟ زشته. نه مادر من، نه مادر من. منتها اینجا اینقدر آدمای شریف و مؤمن و با خدا زیاده یه وقت یکیشون زودتر میره این دخترم تو روی دروازه میمونه جواب مثبت میده. و اینقدر دلشو بردی که به هیچ کس جواب مثبت نمیده. نه بابا چقدر؟ خیلی بیشتر از اونی که فکرشو کنی. خیالت راحت. باب 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 باب
بابا 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 شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. برادر گرزین چیزی شده؟ مجموع مصبت دیگه چی؟ چیزیه، یکی از رزمنده ها در عملیات بدون هیچ تلفاتی پیروز شد. مگه میشه؟ چجوری؟ اینا شاهده دیگه، من چه بدم؟ شده دیگه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر واقعا الله اکبر الله اکبر. میبخشید زحمت میکشین سربنده برام ببندی؟ چرا که نه برادر رایی، ایشالله سربند دامادی. چی برادر؟ میگم ایشالله سربند شهادتت. ایشالله امیدوارم خدا هممونو به طلبه. یا علی، یا علی برادر، قربونت برم. تبریکیم برادر گردی، واقعا لیاقتشو داری. نوکرتم من. تازه شنیدم فریدین رو نارنجا عجیب چند تا از برادرارم نجات دادین. نه بابا جریان میدونه، همه میدونن. یا علی برادر، یا برادر من این ماشین که خواستم سوارشم. نگران نباش، یه خورده فشارت افتاده، اینو تا تهش بخور حال جا میاد. بابا آقا افشی میخواستم منو بکشن. یا ابوالفضل اگه من تو ماشین بودم و الان تیکه تیکه من داشتن جمع میکردن بچه ها. حالا از کجا معلوم که میخواستن تو رو بکشن؟ بابا ماشین من بود دیگه. اون ماشین مال مصطفی است. خب یعنی میخواستن مصطفی رو ترور کنن؟ نه آقا چرا چیز میگه، اما میخواستن منو بکشن آقا. از کجا اینقدر مطمئنی؟ مطمئن نیستم ولی ببین، ولی و اما رو همه رو بذار کنار. ما الان باید هممون باور کنیم که قرار بوده مصطفی ترور بشه، تموم شد رفت. مصطفی پس یعنی این ستون پنجم بی پدر مادر با من کاری نداره دیگه؟ آقا گرزین تو برای اونا خیلی میارزی، به این راحتی ها از بین نمیبرنت. تو طراح عملیاتی. پس دست درد نکنه، خیالم راحت باشه دیگه. یعنی ستون پنجم با من کاری نداره. خیالت راحت راحت باشه. الان اینو تا ته بخور، بعد یه خورده همچین به سر و روت برس تا آروم بشی، بعد با هم میریم یه چرخی میزنیم، یه روحیه‌ای به رزمنده ها میدیم. باشه باشه. فقط آقا افشی شما باید حواست به من بیشتر باشه دیگه. یعنی اول یکی دیگه بره تو ماشین بشه، بچه ها اینجا هستن، بفرستین چیز. نه که خدا نکرد اونا، خود شما آقا مصطفی اینا. باشو بریم. آقا زدن خب آقا افشی این تخت رو درست کن دیگه. باشو بریم. این تخت شما چیزی میخوای موازنه باشه تخت خودتون. فشارم باز این برانور رفت یه لحظه. دست به سر صورتن. شما خوبی؟ بله آقا رضا، چیزی نبود، یه سوء قصدی بود که رفت شده از سرمون. برادر گردن شد منم بابا جان، منم فر خوبی سعی زالگه. آب سلامتی انشالله. بفهم نگرانی بابا حاجی، همه چی اینجا در امن و امان. عراقی ها باز نمیتونی بکشی ستون پنجم یه نامرد. خونم شید یا باز دیگر اینا بخور تو سرم. بابا جونا از همه چی بیشتر میارزه.
غلط کنم داماد وزیر بشم. ای جان باز اومدم، بعدشم تهران. بابا اینا خیلی دیگه آتیشی هم گرزین. برادر گرزین جانا چی کار میکنی؟ نه ترس بابا، منم نه ترس. باشه مستوا بابا اینجا چی کار میکنی؟ عجب فیلمی هستی، فهمیدم کمی زدی اینجا با سراغی. آره نه بابا، خب عراقی ها اون برن که اونجا کمی بزنی بهتر نیست؟ ای بابا، ای بابا. نه بابا چیه؟ پس این برای چیه؟ بگو بینیم. حالا بماند دیگه. بماند چی؟ بگو، ما هم در جریان باشیم دیگه. بگو یاد دهت هیچ کنی حواس هم بود آمار داشتم. بگو به من دیگه. بگم به کسی نمیگی؟ چرا دهلقی میکنم بودو بودو میرم تو بیسی میگم، اونا هم به اهواز، اهواز تهران، اخبار شبکه یک، آقا افشار حیاتی به همه میگن. بس من هم نمیگم دیگه. بابا نمیرم بگم مرد حسابی. ناسلامتی من محرم اسرار مغری ما فرمانده ای. راحت باش. میدونی اینجا قبر منه. چی؟ قبرمه. های فوج بابا این شوخی ها چیه؟ بعد مرد حسابی بکنی این حرفا چیه؟ ببینه ببینه پر کنه بابا این کارا چیه مرد حسابی؟ نکن سالی نداری که بابا زن بگیری بچه دارش به این چیزا باید فکر کنی. تو به فکر این چیزا هم هستم. خب پس این چیه؟ میدونی دارم نمیخواد تو این دنیا به چیزی وابسته باشم، میخوام به فکر اون دنیا هم باشم. آفری، وابستگی اصلا چیز بدیه. تو کجا میرفتی؟ من دارم میرم وابستگی هم کم کنم. آفری کجا وقت؟ اونجا دیگه، اونجا دیگه بیابون. نگاه کن چیزی توش نیست، به هیچ چی وابسته نیست. گفتم برم یه چرخی بزنم ازش درس بگیرم. خدا خیرت بده نوکری. منم دعا کن. یا علی آقا، یا علی، محتاجیم به دعا. ببین فقط جون صفا، این بین خودمون باشه، بچه‌ها خبردار نشن چون دوست ندارم ریا بشه. نه دیگه، منم الان میرم بشه. نه دیگه نوکرتم. باید برو برو مزاحم نشی. برو برو خودت باش. برو برو کم کن کم کن. خدا خیرت بده. میده خداحافظ. منم دعا کن. محتاجی خاک پاکت را، آسمانت را، عاشقانه میخوانم. از تو با ایثار، از تو با ایمان، به هر ترانه میخوانم. هر کجا هستم تا نفسی کشم، نشست مهر تو در جانم. از تو هر لحظه، از تو با همه دل، به نام نامیت میخوانم. نشست مهر تو در جانم. حالا خجستن خاک پاک میان من، فدای نام سرفراز تو تن من. نبوده بی تو یک نفس شکفتن من. ای وطن خزان ندار همار بر پاسنگرم چو آسمانت. گواه عشق از خون سرخ عاشقانت. ای وطن جان من، ای ایران. عاشقانه میخوانم. از
است و با ایثار است و با ایمان به هر ترانه میخوانم. هر کجا هستم تا نفس میکشم نشست مهر تو در جانم. از تو هر لحظه از تو با همه دل به نام نامیت میخوانم. نشست مهر تو در جانم.